سلام، خوش اومدین به هشتگ شما امشب. من فرحان تقی‌زاده هستم. ماه هاست که وضعیت دارو در ایران خبرسازه، از کمبود داروهای خاص گرفته تا بالا رفتن قیمت ها. امیر برای ما در اینستاگرام نوشته اوضاع دارو خیلی خرابه، خصوصا داروهای اعصاب و روان. گیر نمیاد، بیادم قیمت ها سرسام آوره. این روایت ها رو ما بارها و بارها تو برنامه‌مون منعکس کردیم در هشتگ شما. امروز هم به بهانه خبری که خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره تأثیر تحریم های آمریکا بر بازار دارو در ایران منتشر کرده، از شما میپرسیم مشاهداتتون در این زمینه چیه؟ اگه خودتون دارویی مصرف میکنید، در صنعت تولید دارو کار میکنید یا داروخانه دارین، با ما تماس بگیرید و مشاهداتتون رو بگید. اینجا هشتگ شماست. راههای تماس با ما رو زیر صفحه تلویزیونتون میبینید. ایمیل، اینستاگرام، تلگرام و توییتر. تلفنم هست. من تا نیم ساعت آینده اینجا هستم تا صدای شما رو هم بشنوم. اما بررسی وضعیت دارو در ایران بارها تو صحبت‌های مسئولین و مقام‌های ایرانی مطرح شده در ماه‌های گذشته. چند تا از اونها رو با همدیگه مرور کنیم ببینیم که چه گفتند. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند دارو و تجهیزات پزشکی در معرض تحریم‌ها نیستند، اما این یک دروغ بزرگ و فاحشه. محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفته داروی ایرانی و خارجی هیچ تفاوتی نداره. داروهای داخلی هم باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید بشن. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته که به علت بسته بودن حساب‌های ارزی و عدم انتقال پول برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل هستیم و گفته که بیشتر مواد تحریمی شامل مواد اولیه برای تولید داروهای سرطان، بیماری‌های سربالعلاج، مزمن و خاصه. پیمان کیوانفر مسئول یه داروخانه است که گفته بسیاری از ایرانی‌ها قادر به خرید داروهای خارجی نیستند و دنبال نمونه‌های مشابه داخلی می‌گردند. قیمت داروها به شدت جهش کرده، به طوری که گاه 3 یا 4 برابر شده. و ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم گفته کمبود دارو به این معنا نیست که دارو در بازار وجود نداره. فروش آنها به برخی داروخانه‌های خاص اختصاص داده شده. گفته که سامانه 1490 سامانه غذا و دارو به عنوان مهمترین و یا تنها راه آسان جستجوی دارو هستش. معرفی کردن این سامانه رو و میتونید از طریق اینترنت پیامک و تماس تلفنی به صورت رایگان با اون تماس برقرار کنید تا سامانه داروخانه رو به شما معرفی کنه. 2 تا داروخانه رو معرفی میکنه و میتونید که داروهاتون رو از اونجا پیدا کنید. ببینیم که بیننده هامون مشاهداتشون چه هست در مورد وضعیت دارو در ایران. محمد رضا رو خب منوچهر رو از شهریار داریم، محمود رو هم از لرستان خواهیم داشت. آقای منوچهر شما بفرمایید که خودتون چه تجربه ای از وضعیت دارو در ایران دارید؟ اگر برای تهیه دارو در ماهای گذشته یا این اواخر به مشکل برخوردید اونها چی بودن؟ البته بیشتر من مسئله فقط دارو نیست، لوازم پزشکی. مثلا من همسرم زانوش باید مفصلش عوض بشه که ما 5 میلیون تومان وام گرفتیم. متاسفانه تا آمدیم و دکتری پیدا کنیم الان 50 میلیون تومانه. یعنی دهک‌های پایین به اعتقاد من الان دیگه پزشکی تاکید کردن به یه چیز تزیینی میدانن. من خودم برای دندان و اینا الان ناراحتم، رفتن میگه یه تعمیر یک دانه دندان و روپش کردن 5 میلیون تومان. یعنی دیگه دهک‌های از متوسط به پایین ما دیگه با پزشکی خداحافظی کردیم. از آن من 50 میلیون تومان برای مفصل پای، چون کارمون باغبانی بوده، سخت بوده، مفاصل زانومون از بین رفت. از آن نمیتوانیم دانه، اونم تازه چینیه، میگن نقش قلابی میدی مثلا جرمنی زدن توی روی این مفصل فلزی چینی و به عنوان آلمانی میفروشن 50 میلیون تومان. خب الان که نمیتونید مثلا همسرتون عمل زانو انجام بده، آیا مجبورین که داروهای خاصتری مصرف کنید به این دلیل؟ مثلا مسکن‌های خاصی مصرف کنید که نتونید موقعی پیدا کنید؟ داروهای قدیم مسکن براش میگیریم که اونم البته اکثرا ایرانیه ولی خب گرانه، ارزم به حضورتون، و کیفیت پایینه. مثلا خود دکتر میگفت به جای یه دانه، چون مواد هستین دهندش کمه، شما دوتا بخور. خود دکتر گفت همسرم، و کیفیت دارو هم آمده پایین. یعنی اون موادی که اگر احیانا از خارج میاد، من نمیدانم اون مواد اولیه
به فرض در آسپرین یا در آکسار یا در نمیدونم بروفن اینا اون مواد مسکنش بسیار کمه. میتونم ازتون سوال بپرسم که از کی این اتفاق افتاد؟ مثلا اگه مدت یه بازه زمانی رو نگاه کنید شما این دارو رو مصرف میکردین، از چه زمانی دکتر به شما این توصیه ها رو کرده؟ آیا این اواخره یا نه مربوط به مثلا یک سال گذشته یا یک سال و نیم گذشته میشه؟ حدود 7-8 ماه پیش که رفتیم که دیگه نتوانستیم مفصل و اینا و مثلا جدید بگیریم، دارو گفت آقای دکتر من این زانوام درد میکنه و تونتون دوچار اسپاس میشه، بروفن بهش داد، از این چیزای سرخ بروفن بهش داد و یه چیز دیگه که الان متاسفانه حضور ذهن ندارم، گفته دوتا بخور چون اینا موادشان تمه، تو داروخانه تو داروسازی ها مواد اولیه رو کمتر استفاده میکنن چون گرانه، میخوان زیاد این گران تمام نشه مثلا اون دارو. من این چیزی که شنیدم و الان رو همسرم میبینم که بایستی اضافه دارو بخوره. متشکر از شما، امیدوارم که مشکلاتتون حل بشه و وضعیت همسرتون هم بهبود پیدا کنه. محمود رو از لرستان داریم. آقای محمود شما بفرمایید، شما وضعیت دارو رو چطور میبینید با توجه به تجربیات خودتون در این زمینه؟ تجربیات ما به این صورته که ما قصد وارساتان برای خانم هم استفاده میکردیم برای فشار خونشون، این کلان نایاب شده الان، مخصوصا وارساتان 80 کلان نایاب شد. خارجی بوده یا ایرانی؟ نه خارجیه. این بعد اومدن اعلام کردن که لوزارتان استفاده کنید. ما لوزارتان استفاده کردیم. دوباره اعلام شد که این سرطانزا ازش استفاده نکنید. یه شد که سرطانزا و کلان از سطح بازار جمع‌آوری شد. خب بعد جایگزین چه کار کردین؟ آیا به پزشک مراجعه کردین؟ توصیه های خاصی به شما کرده؟ پزشک فقط همون لوزارتان رو میگه، همون والسارتان رو باید استفاده کنید، لوزارتان نمیتونید استفاده کنید. خب حالا اون در بازار وقتی موجود نیسته شما چه کار کردین؟ ما هر روز صبح دغدغه یکی از اعضای خانوادهمون اینه که یه نفر حتما باید بره داروخونه ها بگرده و یه دونه میدن. شما ببینید یه برگ، اول ما میرفتیم یه بسته 30 تایی، یعنی 3 تا برگ 10 تایی به ما میدادن، 3 تا ورق 10 تایی به ما میدادن برای یک ماهمون. این به صورت بیمه با شما پرداخت میکردن؟ نه با بیمه میتونستیم بگیرین. بعد بیمه شد هفتگی، میرفتیم به اندازه یک هفتمون یا 10 روزمون بهمون میدادن. ما 3 بار باید مراجعه میکردیم و اینو تکمیل میکردیم. بعد بیمه کلا تعطیل شد، دیگه جمع شد، گفت ما نمیتونیم، این دارو گران شده نمیتونیم بدیم. آیا از این سامانه‌ای که من پیشتر گفتم شما تا حالا استفاده کردین که بتونی داروخانه ها رو پیدا کنی در اطرافتون یا شهرتون؟ کار میکنه این سامانه ها؟ نه، یه شماره تلفن برای کل کشور، شما هر کس رو دلتونه ازش بپرسید 2000 بار شماره رو میگیری، یه بار وصل میشه، وصل که شد میگه شماره فلان رو بزنید، جهت داروی فلان شماره فلان رو بزنید، یک ساعت میخواد وایسی، بعد آخر سرم یه داروخونه بهت معرفی میکنه، فلان داروخونه، حالا مثلا من تو لرستانم، میگه فلان داروخونه مثلا تو تهران این دارو رو داره یا تو اصفهان این دارو رو داره. بعد تازه مراجعه میکنی اونجا، مثلا 2 تا دونه قرص بهت میدن. خب من برای 2 تا دونه قرص نمیتونم هر روز برم تهران و برگردم، که نزدیک 450 کیلومتر راهه. هر روز صبح ما میریم داروخونه، یه برگ قرص میارن با قیشی خوردش میکنن، نفر یه دونه میدن، میگه این برای امروزه، حالا برو باز فردا بیا. متشکر از شما آقای محمود. هر روز بلند میشیم باید این دغدغه رو داریم که ببینیم امروز قرص گیرمون میاد یا نه. بله، متشکر از شما که تجربتون رو گفتین. تجربه هایی که امروز در برنامه میشنویم تجربه های تلخی هستش. با نفر اولمون خدافظی کنیم، سارا رو از کرج بیاریم روی خطمون. خانم سارا، همکار من میگن که شما داروخانه دارین، در داروخانه فعالیت دارین. تجربه محمود رو از لرستان شنیدیم. داروهای فشار خون رو اگر هم خارجی باشن نمیتونه پیدا کنه، بیمه به صورت دونه‌ای به اونها پرداخت میکنه، در داروخانه ها میگه اونقدر وجود نداره. چرا این اتفاق افتاده در داروخانه ها؟ با سلام خدمت شما و بیننده‌شون، من یه توضیح بدم در مورد دارویی که ایشون اسم بردن، والسارتان. من متأسفم که دارو هست، فقط مشکلی که هستش این هست که اون کم شده به صورت
در واقع سهمیه‌ای به مردم داده میشه که به تعداد بیشتری بره. چرا کم شده؟ دلیل کم بودن دارو چیه به نظر شما که داروخانه دار هستین و به نوعی اون ور قضیه رو هم میبینید؟ آیا به شما کمتر داده میشه؟ سهمیه کم شده؟ واردات بله. یا تولید کم شده؟ ماجراش چیه؟ خب این یه قسمت قضیه میتونه مربوط به واردات مواد اولیه باشه که ورودش به کشور سخت شده به خاطر تحریما. شرکت های بزرگ مواد اولیه با اینکه میگن که تحریما در مورد مواد اولیه دارو و غذا نیست، ولی این مواد رو به ایران نمیفروشن و یا کم وارد مملکت میشه که تولید کننده ها هم به مقدار کمتری تونن اون دارو رو تولید کنن. نتیجهش این هستش که به داروخونه ها هم به صورت سهمیه داده میشه. سهمیه که به داروخانه ها میدن چطور هستش و داروخانه ها چطور تصمیم میگیرن که اون رو به بیماران بدن؟ آیا مثلا به داروخانه ها میگن فلان قرص رو شما روزانه به بیماران که مراجعه میکنن بدین، یا اینکه نه اون تصمیم با خود داروخانه ها هستش؟ تصمیم با خود داروخانه ها هست، برای اینکه بتونیم تنظیم کنیم که به تعداد بیشتری از مراجعه کننده ها دارو برسه، به جای اینکه سیتا رو به یک نفر بدیم مجبور میشیم که برای این رو سه قسمت بکنیم، سه تا ده تا در بیاد و به سه تا مریض برسه برای ده روز. حالا خیلی از مراجع کننده ها داروخونه های مختلف در طول روز میگردن، از هر داروخونه ده تا میگیرن. این یه روشیه که خود مراجع کننده ها به اصطلاح ایجاد کردن برای اینکه داروی ماهانشون رو تامین یعنی کن. کاملا زندگیشون تحت تاثیر قرار داده، نصف روزشون باید دنبال دارو باشن، از این داروخانه به اون داروخانه. متشکرم از شما سارا از کرج و همینطور محمود از لرستان که با ما صحبت کردن، از تجربه‌های مختلف می‌شنویم. شما اگر در بازار سیاه دارو به نوعی فعالیت دارین هم میتونید به ما زنگ بزنید بگین وضعیت چطور هستش. در مورد تاریخ مصرف گذشته بودن این داروها بسیار برای ما کامنت گذاشتن. اگه شما در این بازار فعالیت داریم به ما زنگ بزنید بگین که چرا این اتفاق میفته. توییت های زیادی داریم برامون اومده. مرادی گفته که قیمت دارو چندین برابر شده، نسخه ساده سرماخوردگی که 4 تومن میشد الان 20 تومن میشه، وای به حال داروهای خاص و کمیاب. بعضی داروها هست ولی داروخانه ها به آشنایان خودشون میدن، خلاصه توی مملکت حتی نمیشه بیمار شد. رضا گفته علاوه بر بالا رفتن قیمت و کمیاب شدن کیفیت بعضی داروها و لوازم پزشکی، تولید داخل هم پایین اومده، تأثیر فساد داخلی بسیار بیشتر از فشار خارجی. شهلا گفته که تنها داروهای وارداتی گرفتار کمبود نشده و افزایش وحشتناک قیمتی نداشته. یک جعبه آسپرین از 500 تومان به 5000 تومان و حتی داروهای گیاهی تولید داخل هم 10 برابر، یعنی 1000% افزایش قیمت داشته. تو خود حدیث این ماجرا رو حالا بخون ببینیم که از نظر آمار و ارقام وضعیت بازار دارو، تولید دارو در ایران چطور هستش. 120 کارخانه داروسازی در ایران فعال هستش که داروهای مصرفی در ایران 97%ش تولید داخله. تا 2 سال آینده 3% باقی مونده هم در داخل تولید خواهد شد که به نوع این رو رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته. و 20 قلم دارو تنها داروهایی هستش که کمبود واقعیش در ایران در حال حاضر وجود داره. این رو رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده. بریم سراغ مهمان برنامه‌مون که آناهیتا شمس هستش. در این مورد تحقیقاتی انجام دادم و گزارشی رو دارن که خب در موردش صحبت می‌کنین. اما قبل از اون اجازه بده آناهیتا در مورد 2 تا از صحبت‌هایی که هم مقامات آمریکایی هم مقامات ایرانی در مورد مشخصا وضعیت دارو گفتن به بیننده‌ها بگم. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته که تحریم‌های آمریکا شامل دارو و محصولات کشاورزی و اقلام شهر دوستانه نمی شود. اما محمد رضا شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفته وقتی برای نقل و انتقال ارز مورد نیاز تهیه مواد اولیه دارویی و همینطور واردات دارو با مشکل و محدودیت مواجه هستیم، در واقع دارو تحریم شده. تحقیقات شما چی میگه در این زمینه؟ تحقیقات نشون میده، من با خیلی ها صحبت کردم، با کسانی که فروشنده هستن، سازنده هستن، صادر کننده هستن. درسته که دارو و مواد پزشکی به طور
طور کل تحت تحریم های آمریکا نیست، ولی شرکت سازنده یا شرکت صادرکننده که خیلی هم میخواد که با ایران کار بکنه، وقتی میرسه به سر اینکه چطور پولش رو برای جنسایی که میخواد به ایران بفرسته بگیره، مشکل داره. اگر توی کشورهای اروپایی داره کار میکنه، صادرکننده در واقع در کشورهای اروپایی، تعداد خیلی کمی از این بانک‌ها هستن که هنوز با ایران کار میکنن، ولی واقعا تعدادشون توی تحقیقات من نشون میده که انگشت شمار هستن و اونها بانک‌هایی هستن که بانک‌های کوچکترین و توی آمریکا به اصطلاح ممکنه شعبه ندارن و کارمند آمریکایی ندارن. چون جالبه که بدونی که اگر بانکی کارمند آمریکایی داره، حالا تو هر کشور اروپایی هم هست، میره جزو اون لیستی که نباید با ایران کار حتی بکنه. حتی شرکت‌های دارویی هم شامل همچه قضیه میشن. ببین شرکت‌های دارویی، نه شرکت‌های دارویی ندارن، راجع به بانک‌ها میگم، بانک‌هایی که کارمندهای آمریکایی دارن. میایم توی بریتانیا که بهش نگاه میکنیم، بانک‌های بزرگتری هستن که شعبه‌های زیادی سراسر دنیا دارن و با آمریکا هم تجارت‌های زیادی میکنن. اونها خیلی کم پیش میاد که حاضر بشن زیر بار این کار برن، به دلیلی که میدونن جریمه هایی که بعداً باید پرداخت بکنن خیلی زیاد هست. سر همین موضوع من با انجمن بانکداری بریتانیا صحبت کردم و تایید کرد که در مخصوصاً در سال گذشته کار با ایران بر سر این اقلام بشردوستانه که یکیش دارو و مواد پزشکی هست، بانک‌ها مشکل داشتن و میگفت اینطوری نوشته توی بیانیه‌اش که افت چشمگیری داشته، یعنی فروش به ایران افت چشمگیری داشته در سال گذشته، و تاکید کرده که درسته که تعدادی از بانک‌ها در اروپا هنوز با ایران کار می‌کنن، ولی در واقع تعدادشون خیلی کم و جزئی هستن. حالا چی میشه که این وسط قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه؟ چون یکی از مواردی که تو این گزارش اخیرم که منتشر شده توسط آسوسییتد پرس به قیمت‌ها اشاره کردن که قیمت‌ها بسیار افزایش داشته. آیا این تحریم‌ها، این مسائل بانکی باعث افزایش قیمت هم شده؟ تحریم‌ها به طور کلی اگه بخوایم بگیم، یا این مسائل بانکی، پیچیدگی سیستم بانکی البته که یکی از دلایل بالا رفتنه. اگر بانکی در اروپا قبول می‌کنه که با ایران کار بکنه، 1% اون فروشنده رو شارژ میکنه و این شارژش به دلیل این هست که میگه مواد دارویی، مواد پزشکی که میخواد به ایران بره، اینا باید چک بکنن که آیا در لیست تحریم ها هست یا نه. شرکتی که اینا رو داره خریداری میکنه، خود شرکت یا اسامی کسانی که در واقع اون شرکت رو دارن میگردونن جزو اون لیست نیست، بنابراین 1% داره فروشنده رو شارژ میکنه. در حال حاضر یک سری شرکت‌های واسطه‌ای هستن که بین شرکت‌های ایرانی خریدار و بانک‌ها دارن کار می‌کنن که اونها بین 7% تا 12% دارن فروشنده رو شارژ می‌کنن و فروشنده که در اروپا نشسته یا سازنده و صادرکننده میاد این 7% تا 12% رو می‌کشه روی جنسش و اون جنس رو به ایران می‌فروشه که مطمئناً این تاثیر میذاره روی قیمت نهایی که به دست مصرف کننده میرسه. یه سوال آخرم ازت بپرسم، میدونم تحقیقاتتون هنوز ادامه داره در مورد این مسئله، مشخصا از مدتی پیش شروع کردین که در موردش تحقیق کنید تا به یک گزارش اساسی تر برسین. آیا راه حلی در این وسط عنوان شده که خب ما این رو قضیه رو متوجه شدیم که پیچیدگی های بانکی باعث شده که ما نتونیم دارو یا حالا مواد اولیه رو به نوعی شرکت ها بتونن به ایران بفرستن، راه حلی هم ارائه کردن؟ من همین سوال از کسی که از انجمن بانکداری بریتانیا بود ازش سوال کردم، گفت دارن سعی میکنن که بتونن این کار رو انجام بدن، بارها فکر کردن که داره انجام میشه ولی متاسفانه هنوز به یک نتیجه نهایی نرسیدن که بتونن این کارو بکنن. و یک دلیلش هم میگن به دلیل این چیزی که خودشون توی این بیانیه برای من فرستادن این هستش که حتی این مرز فعالیت‌های فروش اجناس بشر دوستانه هم از طرف آمریکا دقیقاً مرز مشخصی وجود براش نداره، به خاطر اینکه میگن که یک سری از اقلام دارویی که به ایران فرستاده میشه یا تجهیزات پزشکی
اینها مصرف دوگانه داره، بنابراین اینجا اینا به یک بنبستی میخورن و نمیدونن باید باهاش چیکار کنن. ولی اینطور که میگفت داریم هنوز روش کار میکنیم و امیدوارن که به یه نتیجه برسن. خیلی متشکرم از اینکه تو برنامه امشب ما شرکت کردی آنایتا. من یه دونه توییت براتون سر راه بخونم تا قبل از اینکه برم پیش بیننده هامون. مجید گفته که قیمت دارو که خیلی گران شده، ما بیمار دیابتی داریم، قبلا نوار تست قند خون میگرفتیم حدود 60,000 تومان، الان بعد 2-3 ماه رفتیم داروخانه شهرمون گفت یه بسته شده 102,000 تومان. تازه این فقط یک قلم داروشه، بماند ما بقیه اقلام که روی دفترچه تامین اجتماعی باید آزاد هم بخریم. ببینیم که بیننده هامون چه کسانی هستند. علی رو از تهران داریم، مهران رو هم از شیراز خواهیم داشت. آقای علی، این کمبود داروها بر شما یا احیانا خانوادتون چه تأثیری گذاشته؟ با سلام خدمت شنوندگان محترم، عرض خدمتتون که من 2 ماه پیش به خاطر همین کمبود داروها و تحریم پدرم از دست دادم. متاسفم. ممنونم. به خاطر یک عملی که پدرم معده‌شون رو برداشتن و پزشکشون در پزشک بیهوشی داروی سولویت تجویز کردن و من برای تهیه این دارو به تمام داروخانه‌ای که میشناختم سر زدم و خیلی جاها گفتم این دارو بازار نیست و اونهایی هم که بود اکسپایر شده بود. یه سری دلارها اینو نگه داشتن با قیمت بالاتر بشن که تاریخش گذشته بود و من نتونستم دارو تهیه کنم. یکی از داروهایی بود که بخیر ریه پدرم نیاز بود و حتی داروی گلوکوفوت من تونستم از بیمارستان های نظامی با از طریق برادرم که تو یک داروخانه کار میکنه پیدا کنم. یعنی عملا این دارو و قصور پزشکی تو ایران بزرگترین تأثیر رو خانواده ما گذاشت و ما داغدار شدیم و همینجوری داره پیش میره و این تحریم ها بیشترین اثر رو روکش متوسط به پایین داشته داره. خیلی متشکر از شما آقای علی. مهران رو از شیراز داریم. آقای مهران، تجربه شما رو هم میشنویم در این زمینه، بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشی دارم خدمت شما و همه همکارانتون. از حضورتون تمام صحبتهایی که دوستان کردن کاملا درسته، چون من خودم شرکت توزیع دارو دارم کار میکنم و دیگه وضعیت دارو تو ایران از این حرفا گذشته، خیلی وضع خرابه. هر داروخونه که سر میزنیم ما برای ویزیت از حضورتون یه لیست بلند بالا از کسیهاشون جلو ما میذارن و ما هم به هیچ عنوان نکی داشته باشیم و ندیم و حالی بخواهیم به صورت فهمی بند که نیست. شما شرکتی هستین که داروهای داخلی تولید ایران رو توزیع میکنید یا نه وارداتی ها رو توزیع میکنید؟ نه، ما هم وارداتی داریم هم داخل کشور داریم. خب شما وضعیت تولید داروی داخلی رو چطور میبینید؟ آیا به میزان کافی به دست شمایی که پخش کننده هستید میرسه؟ ببینید خانم فرن، دارویی که ساخت داخل هم هست، اینی که میگن 97% داروی داخلی رو داریم، ما داخل کشور داریم تولید میکنیم داروی مصرفی رو، این یه حرف خیلی معذرت میخوام مزخرفیه، چون اگه 97% داخل تولید میشد دیگه این لیست بلند بالای کمبود دارو دیگه چیه؟ این از سیاست یک بامد حواظ خودشونه که دارن اینجوری صحبت میکنن. نه اینجوری نیست و داروی ساخت داخل هم خانم خرم اینجوری نیست که آخه مواد اولیه باید باشه که این داروها تولید بشه یا نه، و اگه بخوان مواد اولیه رو وارد کنن باید دلاری وجود داشته باشه که این بخوان تو مبادلاتش از دلار استفاده بکنن یا نه. متشکرم از شما. متشکرم از شما که تجربتون گفتین. اجازه بدین که فرصت به بقیه بیننده ها هم برسه. با علی از تهران من خدافظی میکنم، نفر بعدی رو اضافه میکنیم. آزاد از تهران هستن. آقای آزاد، همکاران من میگن شما پزشک هستین، شما به عنوان پزشک تجربتون چیه؟ با سلام خدمت بینندگان محترمتون. خب متاسفانه این تحریم ها بر تمام زوایای این مملکت اثر گذاشته، از جمله دارو و لوازم پزشکی از همه بیشتر. الان شما اگه دقت بفرمایید حدود 5 ماه شرکت جانسون اند جانسون که یکی از معتبرترین شرکت های لوازم پزشکی دنیا است و شرکت لوازم پزشکی دنیا 50% در نمایش داره، نتونسته لوازم کاستیگای جزایی رو وارد ایران بکنه به خاطر اینکه راهکار مالی دستش بود و این عملا چی شده. الان شرکت گامت و آنسل که فولکسونه اول فولکسون دستش در تمام دنیا هستن، حدودا 1 سال اصلا در ایران یک دونه دستش هم بیاره. دستشوی جراحی که الان مصرف که همه درجه 2 و 3 و 5 تره
این تحریم ها روز به روزم شدیدتر خواهد شد. شما به عنوان یک پزشک وقتی یک بیماری به شما مراجعه میکنه و تجهیزات پزشکی لازم رو ممکن نداشته باشین یا دارویی که میخواین بهش تجویز کنین در بازار نباشه چی کار میکنید؟ خب اینا دو دستن. همین کارت جایی که پزشک گفتم اینا حیاتیه. کار ما تعطیل میکنم. بنده 5 ماه 6 ماه در سال گذشته کار ما تعطیل کرده. چون اینا من نمیتونم مشکلی هم مرتبش فقط دینی و این دینی ها خیلی استانداردهای لازم رو برای چیز نداره. ما متأسفانه وارد کار ما شد. کار ما تعطیل کرد. ولی خب در زمین دستش که درجه دو شما مجبور استفاده کنید. مثلا حیاتی نیست میدونید درجه دو بودن اون به زندگی مریض آسیب نمیزنه ولی استپر نامناسب زندگی مریض رو در خطر قرار میده. متشکرم از شما. من با مهران از شیراز خدافظی میکنم. سحر از خوزستان شما بفرمایید. خانم سحر وقت و برنامه کوتاه از تجربتون میشنویم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم. داروی ایرانی بیماران تالاسمی داروی خوراکیشون که تا پریز جایگان بوده دیروز که رفتیم داروخانه دارو بگیریم هر قرص شده یعنی 2700 تومان. قبلا چقدر بوده؟ هر بیمار تالاسمی قبلا رایگان بود به دفترچه بیماران خاص. اصلا این قرص ایرانیه تولید داخل اولیه‌اش هم از داخل تامین میشه اما جای تعجبه که الان فقط هر قرص باید 2700 تومان پرداخت بکنید. این در حالی که در ما تقریبا 150 تا از این قرص‌ها رو باید بخورید کنید که تقریبا نزدیک 400 تا تومان میشه. ضمن اینکه خیلی از خانواده های ایرانی فقط یه بیمار تالاسمی ندارن، سه تا چهار تا بیمار تالاسمی هم داشته باشن و این مبلغ واقعا مبلغ زیادیه. من میگم وقتی این دفتر بیماران خاصی که به ما دادن اگر قرار باشه بابت دارو ایرانی عوض حجم بشه پس چه درد ما میخوره. متشکر از شما که تجربتون رو گفتین. از همه بیننده ها که تو برنامه امروز شرکت کردن من تشکر ویژه کنم به خاطر اینکه روایت های سختی رو به عنوان مطرح کردم. فاتی رو داریم روی اینستاگرام گفته وضع برای بیماران صعب العلاج بدتره. کیوان روی اینستاگرام گفته وقتی مرگ بر آمریکا میگید فکر امروزتون رو هم بکنید و باید میکردین. فرهاد گفته من خودم داروساز هستم، امسال سال افزایش 20 تا 40 درصدی قیمت دارو در بازار. فردین روی اینستاگرام گفته این همون تحریمی نیست که قرار بود حکومت رو هدف قرار بده نه مردم رو. عوارض تحریم ها چه فرقی با بمباران بیمارستان ها و مراکز درمانی داره. پروین گفته که از بستگان ما شیمی درمانی میشه، هر بار بالای 10 میلیون تومان داروهاش میشه و تن ما میلرزه مبادا داروهاش تو بازار موجود نباشه. مونا در فیسبوک گفته در بیمارستان کودکان بهت میگن فقط داروی هندی داریم و اگه داروی فرانسوی، آمریکایی، آلمانی میخوای باید تمام هزینه رو خودت بدی. صدرا روی اینستاگرام گفته که آمریکا که مدعی رعایت اصول انسانیه در تحریم هاست عملا به عرصه دارو هم پا نهاده که خطا و ضد انسانی. اکبر گفته داروهایی که قبلا به قیمت 70000 تومان میگرفتیم این بار شده نزدیک 500000 تومان. یک بازنشسته از کجا بیاره؟ ممنون از اینکه تو برنامه امشب ما شرکت کردین. اگه همچنان دوست دارین که تجربه‌هاتون رو بگین @bbc شما روی تلگرام پیامگیر ما میتونید به صورت صوتی یا به صورت نوشتاری تجربه‌تون رو برای ما ارسال کنین. تا یه برنامه دیگه شب و روزتون خوش.